نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قسم به نفس و اون خدایی که نفس را درستش کرده. گاهی وقتا تعبیر از خدا به ما میشه، گاهی وقتا تعبیر از خدا به من میشه. معتاد در ادب و علوم ادبیه این است که ما از برای لایعقل و من از برای یعقل. یعنی اگر بخواید بگید دیوال، میگید ما هزا، یعنی این دیوال چیه در لغت فارسی. اگر یه فردی رو ببینید میگید من هزا، یعنی اون کیه. گاهی وقتا هم تبادل میکنن، اینجوری که مغنی و غیر مغنی ذکر میکنه. گاهی وقتا ما جای من میشینه و من جای ما میشینه، یعنی من از برای غیر ذوی العقول میاد. مثل فمنهم من یمشی علی بطنه، مار که بر شکمش را میره خدا اسمشو گذاشته در قرآن من. گاهی وقتا ما از برای ذوی العقول میاد، مثل همین آیه و نفس، یعنی قسم به نفس، و ما سواها، و اون خدایی که نفس را درستش کرده. فعل یعنی قسم به خدا، قسم به نفس، قسم به خدا. فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده به نفس فجور نفس را، یعنی انحراف از طریق. چون اصل فجور یعنی خروج، این اصل فجوره. به فجر صبح هم که فجر میگن، چون سفیدی خارج میشه، یعنی اول سفیدی زیر زمین هست، چون سفیدی که از بین نمیره، خورشید که از بین نمیره، فقط این سفیدی نور میزنه، عمود میزنه، یه تیکش بر افق ظاهر میشه، یعنی خروج پیدا میکنه. فجور و فجر و انفجر، انفجر الماء فانفجرت منه. ما یا میاه، آبها که انفجار پیدا میکنه، معنی انفجار همینه دیگه، یعنی یه چیزی از یه جای خارج میشه. به کار زشتم که میگن فجور، چون خروج از طریق مستقیمه. بنابوده در طریق مستقیم این باشه، بنابوده در زناشویی صحیح باشه، این از این حالت خارج شده و به حالت انحراف کشیده شده. فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به نفس الهام کرده خدا فجورش را. چی فجوره؟ چی انحراف از طریقه؟ چی خروج از اعتداله؟ به بهش گفته از تقواش را، یعنی پرهیزگاریش را، یعنی چجوری میتواند از مزالق و محاوی و خطرات و زللها پرهیز بکنه. شما در یه جای تاریکی که دارید میرید، زمینش هم پست و بلند و چاق و خار و معشبهه، چجوری پرهیز میکنید؟ خیلی دقت میکنید، یواش قدمتون میذارید، میپرسید، اگر دستتون عصا باشه عصاها رو اول میذارید که ببینید اینجا چاست چا نیست، محواس یعنی فرودیه فرودی نیست. انسان در حیات و زندگانی باید اینجوری باشه، چون حیات و زندگانی همینجور مستمر خار و چاه داره. اگر 80 سالم شما از خارها و چاهاش برهید، باید ممکن است در لحظه اخیر نتوانید فرار بکنید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها،
رستگار شده آدمی که بتوانه نفسش را تزکیه بکنه، تطهیر بکنه، نمو بده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خسارت کرده آدمی که نفسش را دس بکنه. دس معناش این است که یک چیز غیر صحیح را زیر چیز صحیح بذارتش. فرض کنید این که یه آدمی که گندم بی خود را زیر گندم خوب میذاره، یا خیار بد را زیر خیار خوب میذاره، میگه دس صحوفی در لغت عربی. یعنی این نامربوط و اشتباه و منحرف را زیر دستگاه معتدل و مستقیم قرارش داد و غش کرد و تغطیه و پنهانش کرد. این اسمش رو دستاها. یعنی یه دونه نفسی که صلاحیت داره پاک باشه، پاکیزه باشه، خوب باشه، یه افرادی هستن این را دستش میکنن. یعنی یک چیزهای غیر صالح و غیر خوب را زیرش پنهان میکنن که ظاهرش خوبیه، باطنش غیر خوبیه. این آدم خوابه، خوابه یعنی خسارت کرده. این تیکه آیه مبارک. امروز صحبت ما در نفس. نفس معلوم باشه که ما نمیشناسیمش. هرچی هم ما بگیم نفس چیه نمیدونیم چی. اما دست ماست اصلاح و افسادش. ممکن آدم یک چیزی ندونه اما دستش باشه اصلاح و افسادش. ما هممون که اینجا نشستیم، نه ما، حتی علمای فیزیا کهربا رو نمیشناسن چیه. همین کهربا به اصلاح، این قوه که اسمش قوه میذاریم یا تیار بهش میگن عربها، این قوه و تیار در داخل این سیما چیه؟ ما که نمیشناسیم. ادیسونی هم که خودش اکتشافش کرد اسمش گذاش اکتشاف، یعنی من کشفش کردم، نه من حقیقتش میدونم چیه. تا حالا علمای فیزیا میگن نمیدونیم حقیقتش چیه، اما با وجودش این دست شماست که بتوانید خونتون رو روشن کنید یا تاریک کنید. باید حقیقتش هم نمیدونید. یعنی شما ممکن است دکمه را زورش میدید خونتون روشن بشه، ممکنه زورش ندید خونتون تاریک بشه. ساعت خیلی آسان‌تر از کهربا، همین ساعتایی که در جیب و بغل اغلب ماها هست، این میدونیم چیه تفاصیلش، نه. اما دست ماست، کوکش بکنیم وقت را ضبط میکنه، کوکش نکنیم میخوابه. نفس ما نمیدونیم چی حقیقتش چیه. همین نفسی که بین جنب شما و جنب من، جنب یعنی دو پهلوها، این معنی جنبه، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، یعنی من پهلوی خدا بودم، این پهلوی کنایی معلوم باشه. یا اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بدترین دشمنای شما و دشمنای من همین چیزی که اینجاست، دشمن خانگی به قول مشهور. این چیه؟ ما ها نمیدونیم چیه واقعش. انبیا و ائمه شاید بدونن چیه، علی القاعده اونا میدونن چیه. ما که نمیدونیم سهله که کارمون نیست. علمای نفس هم میگن ما نمیدونیم این چیه. یعنی کسانی که 60 سال، 80 سال، 100 سال درس خوندن نفس را دارن، میگن یه ظواهری ازش ما میبینیم، اما حقیقتش چیه؟ این حقیقت شما نمیدونیم چیه. یه روزی هم مصطفیتون عرض کردم، بعضی از مفسرین گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، این معنای سلبیه نه معنای ایجابیه. معناش اینه همینجور که خدا را آدم نمیشناسه، نفسش هم نمیشناسه. حالا ما هرچی زحمت بکشیم خدا را میشناسیم؟ نه. خدا آثارش را میدانیم، وجودش را میدانیم، قدرتش را میدانیم، علمش را میدونیم، اما حقیقتش چیه؟ به قول اون دعای مشهور، ولم یعلم لک ماهیت ولا ماهیه، ماهیت و ماهیت خدا معلوم نیست. هرچی هم انسان فکر بکنه نمیرسه به ماهیت خدا. یه دلیل منطقی و فلسفی هم داره که الان محل بحثمون نیست، قطع نظر از دلیل شرعی. این یک حقیقتیست که به ما داده میشه از وقتی که در بطون امهات هستیم تا وقتی که میمیریم. اما چیه این چیزی که به ما داده شده؟ نمیدونیم چیه؟